در بعد از ظهر پاییزی 9 سپتامبر 1912 وقتی پدر بزرگم جیم لافت هنوز یک پسر بچه بود، طبق معمول برای دیدن قطاری که از مونترال به بوفالو نیویورک میرفت به سمت ریل های قطار دوید. دیدن مردی با موهای نقره‌ای که عبای بلندی پوشیده بود و از پنجره قطار برایش دست تکان می‌داد آنقدر مجذوبش کرد که از روی نرده‌ها پایین افتاد. مردی را که آن روز جیم در قطار دید، زندگی جیم و بشریت را عوض کرد برای همیشه. جد بزرگت جیم هیچ وقت حضرت عبدالبها را از نزدیک ندید، اما حضرت عبدالبها سرمشق همه هستند. داستان زندگی ایشان از ایران شروع می شود. حضرت عبدالبها در تهران به دنیا آمدند. پدر و مادرشان حضرت بهاءالله و نواب خانم بسیار دلبسته ایشان بودند و نامشان را عباس گذاشتند. در همان شبی که ایشان متولد شدند، تاجری جوان در شیراز به جهانیان اعلام کرد که زمان بیداری معنوی در جهان فرا رسیده است. تلیعه عصر صلح و عدالتی که تمامی ادیان جهان به آن وعده داده اند. این جوان لقب باب به معنی دروازه را برای خود برگزید. پیام انقلابی حضرت باب توسط حضرت بهاءالله و نواب خانم پذیرفته شد و ده ها هزار نفر به جوش و خروش آمدند. مردمی که از این مفهوم جدید دین به عنوان وسیله‌ای برای برقراری یگانگی خدا، وحدت بشر و یگانگی دین الهام گرفتند. حضرت باب ادعا کردند که آمدند تا شرایط ظهور پیامبری الهی با رسالتی عظیم‌تر را فراهم آورند. بسیاری از مقامات حکومتی و روحانیون ترسیدند که سلطهشان را بر مردم از دست بدهند. آنها قوایشان را بر خاموش کردن شعله آیین جدید متمرکز کردند و در سال 1850 حضرت باب را تیرباران کردند. این سرکوب‌ها در نهایت منجر به قتل هزاران بابی به دلیل اعتقادشان شد. با اینکه حضرت بهاءالله از خانواده‌ای سرشناس بودند، در دخمه مخوف سیاه چال تهران زندانی شدند. حضرت عبدالبها و خانواده‌شان همه دارایی خود را از دست دادند. آنها هر لحظه نگران سرنوشت حضرت بهاءالله بودند. در آن دوران نواب خانم مادر حضرت عبدالبها مقداری آرد کف دست فرزندانش می‌ریخت، زیرا غذایی برای خوردن نداشتند. حضرت بهاءالله در حالی که زنجیری بر گردن داشتند که اثر سنگینیش تا آخر عمر بر بدنشان باقی ماند، وحی الهی را دریافت کردند. دعوتی الهی به قیام و اعلان طلوع روز جدیدی برای همه اهل عالم. آزادی حضرت بهاءالله اشک شادی به چشمان خانوادهشان آورد، اما شاه ایران ایشان را برای همیشه از ایران تبعید کرد. حضرت عبدالبها که فقط 9 سال داشتند، نخستین فرد عالم بودند که حضرت بهاءالله را به عنوان پیامبر الهی برای این عصر شناختند. ایشان خود را سپر بلای حضرت بهاءالله ساختند و نشان دادند که عبدالبها یعنی خدمتگزار بها، خادم جلال و شکوه بوده و خواهند بود. نحوه زندگیشان الگویی از زندگی بر اساس آموزه های حضرت بهاءالله است. ایشان سرمشق عالمیان هستند.
بقیه دوران کودکی حضرت عبدالبها به همراه حضرت بهاءالله در تبعید گذشت که با تبعید آنها به بغداد و در سرمای سخت زمستان آغاز شد. خواهر کوچکترشان بهیه خانم همیشه سوز و سرما و شجاعت برادر بزرگش را به خاطر می آورد. ما به اندازه کافی لباس بر تن نداشتیم و سرمای سخت زمستان در جان ما نفوذ می کرد. پاها، دستها و مچهای برادرم که سوار بر اسب بود ورم کرده بود و درد شدیدی را تحمل می کرد. با وجود این دردها، حضرت عبدالبها تا می توانستند می کوشیدند از رنج دیگران به ویژه رنج پدر بکاهند. در دوران 10 سالی تبعید به بغداد، حضرت بهاءالله در کوههای سلیمانی تنهایی اختیار کردند تا خود را برای مأموریتی که خداوند به ایشان سپرده بود آماده کنند. حضرت عبدالبها جوان روز و شب برای دوباره دیدن پدرشان دعا می کردند. بازگشت حضرت بهاءالله 2 سال طول کشید. خواهر حضرت عبدالبها به یاد می آورد: پدرم وارد خانه شدند. ملاقات برادرم و ایشان تأثیرگذارترین صحنه‌ای بود که در تمام عمرم دیدم. حضرت عبدالبها خود را به پای ایشان انداختند و حضرت بهاءالله فرزند را در آغوش گرفته می‌گریستند. حضرت عبدالبها بعدها می گفتند که طعم نان خشک و خرمای آن روزها شیرین تر از بهترین غذاهای عالم بود. روزهایی که دریایی از آثار بدیعه از قلم حضرت بهاءالله جاری بود. هر شب تا سپیده صبح. نفوذ حضرت بهاءالله چنان افزایش یافت که مقامات تصمیم به تبعید دوباره ایشان گرفتند. ابتدا استانبول و بعد ادرنه، جایی که اولین عکس از حضرت عبدالبها گرفته شد. حضرت بهاءالله به سرنوشت عمیق روحانی و مقام منحصر به فرد پسرشان اشاراتی کردند. آخرین تبعید بدترین آنها بود، زندان مخوف قلعه عکا. زمان رسیدن به آنجا در شرایطی بسیار وحشتناک، بهیه خانم خواهر حضرت عبدالبها به یاد می آورد که چگونه برادرشان به حفظ شأن زنان توجه داشتند. در آن زمان سکوی برای پیاده شدن از قایق وجود نداشت و باید برای رسیدن به ساحل از میان گل و لای عبور می کردیم. حاکم شهر دستور داده بود که زنان را بر پشت مردان حمل کنند. حضرت عبدالبها اعتراض کردند. ایشان صندلی تهیه کردند و با کمک فرد دیگری خانم‌ها را بر صندلی نشانده و به ساحل رساندند. در اولین روزهای حبس در سرباز خانه قلعه عکا چند نفر از دوستان فوت کردند، بقیه مریض شدند. حضرت عبدالبها بیماران را حمام می کردند، به آنها غذا می دادند و پرستار آنها بودند. ایشان هرگز استراحت نمی کردند. پس از مدت‌ها رسیدگی به ما، برای پشت سر گذاشتن آن روزهای سخت، در نهایت خودشان از پا در آمدند و بیمار شدند. 2 سال کامل حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و سایر تبعیدیان در سربازخانه قلعه زندانی بودند. زندانی درون دیوارهای زندان قلعه عکا. با وجود این قلباً خوشحال بودند. در آخر هر روز حضرت عبدالبها به دیدار زندانی ها می رفتند. از آنها می خواستند داستانی خنددار را که برایشان پیش آمده بود تعریف کنند. آنها انقدر می خندیدند که اشک از چشمانشان روان می شد. طی قرن‌ها کوه مقدس کرمل مقابل خلیج عکا در انتظار آن روز مبارکی بود که به وعده متون مقدس جلال پروردگار بر آن مستقر شود. محبوبیت حضرت بهاءالله در سالهای پایانی عمرشان باعث کاهش بعضی محدودیت‌ها شده بود. حضرت عبدالبها هنگامی را به یاد می‌آورند که همراه حضرت بهاءالله در کوه کرمل قدم می‌زدند. جمال قدم موقعی را در جبل کرمل به کرات و مرات تعریف فرمودند که آن محل بسیار با صفا و لطافت و نظارت و نظارت است. آن زمین به کرات و مرات موضع قدم مبارک شده بود و چند سروی در آن موجود و جمال قدم مرارن در سایه آن سروها نشستند.
حضرت بهاءالله نقطه پایین دست در دامنه کوه و محلی را که پیکر حضرت باب باید آنجا به خاک سپرده می شد به حضرت عبدالبها نشان دادند. در آن زمان حضرت عبدالبها مالک زمین نبودند، مالکان یا سازندگانی را نمی شناختند و منابع مالی در اختیار نداشتند و پیکر حضرت باب هنوز در ایران بود. وظیفه سختی بر دوش حضرت عبدالبها قرار داشت تا امر حضرت بهاءالله را به انجام برسانند. یک سال بعد در اولین ساعات صبح 29 مه 1892 حضرت بهاءالله چشم از جهان فرو بستند. حضرت عبدالبها محزون و دل شکسته بودند و برای سه شبان روز از شدت غم و اندوه لحظه ای نتوانستند بیاسایند. به گفته خودشان، فراق پر احتراق دست داد، روز روشن شب تار گشت و صفای گلشن منقلب به خار گلخن گردید. شمس حقیقت نیر اعظم از افق امکان غروب و از مشرق لامکان طلوع فرمود. حضرت عبدالبها برای ارسال خبر درگذشت حضرت بهاءالله پیکی به عکا فرستادند. پس از درگذشت حضرت بهاءالله لوحی که آخرین وصیت‌نامه ایشان به جامعه بهایی بود خوانده شد. حضرت بهاءالله در این اثر عهد و میثاق خود را به عنوان وسیله‌ای برای حفظ وحدت امر و پیروانشان پس از درگذشتشان و بعد از آن تأسیس کردند. ایشان حضرت عبدالبها را به عنوان مرکز این عهد و میثاق تعیین نمودند. غروب خورشید زندگی جسمانی حضرت بهاءالله با تاریکی شب دنبال نشد، بلکه انعکاس نور آن در ماه عهد و میثاق راه پیش رو را برای نیل به هدف نهایی حضرت بهاءالله روشن‌تر ساخت، یگانگی نوع بشر. حضرت بهاءالله حضرت عبدالبها را به شاخه‌ای تشبیه کردند که از شجر مقدس منشعب شده، شاخه‌ای که خداوند آنقدر آن را برافراشته که سایه بخشندش تمامی نوع بشر را در بر خواهد گرفت. ما تو را پناه عالمیان و حافظ هر آن که در آسمان ها و زمین است قرار دادیم. از خداوند می طلبیم که به وسیله تو آنها را حفظ کند، غنا بخشد و برکت دهد و الهام بخش تو گردد. حضرت عبدالبها ارزشمندترین هدیه حضرت بهاءالله به بشریت بودند. سرمشق عالمیان و تجسم کامل آموزه های ایشان. حضرت عبدالبها می گفتند که مقام ایشان مقام بندگی و عبودیت است. زندگی و خدمات فروتنانه ایشان الهام بخش کسانی است که آرزوی زندگی روحانی کاملتری دارند. داستان‌های زیادی از افراد و جوامع وجود دارد که از مثال حضرت عبدالبها درباره نحوه خدمت، نحوه غلبه بر موانع و کمک به روند وحدت نوع بشر الهام گرفته است. زائرین از نقاط مختلف ایران و کشورهای همجوار همچنان سفر می کردند و اغلب پای پیاده صدها کیلومتر از طریق مسیرهای ناامن برای زیارت عکا راه می پیمودند. حضرت عبدالبها با آغوش باز آنان را می پذیرفتند و نیازهایشان را فراهم می کردند. ایشان اعمال فداکارانه، عشق و از خودگذشتگی آنها را تا پایان عمر به یاد می آوردند. موج حضور این بهایان و به دنبال ورود زائرین از سرزمین های دیگر پیوند بین حضرت عبدالبها و یارانشان را که در سراسر جهان پراکنده بودند عمیق‌تر کرد.
هنگامی که نخستین زائرین غربی در سال 1898 به عکا رسیدند، حضرت عبدالبها بسیار مسرور شدند. کشتی نمی‌توانست در ساحل حیفا لنگر بیندازد و لوا گتسینگر بهایی آمریکایی مجبور شد به قایق کوچکتری بپرد. یک روز حضرت عبدالبها از لوا خواستند تا از مرد بیماری در عکا که ایشان هر روز برای مراقبت به او سر می‌زدند پرستاری کند. لوا با آرزوی خدمت مانند حضرت عبدالبها با شور و شوق آن را پذیرفت. اما وقتی به خانه مرد رسید، از دیدن وضعیت رقت‌انگیز او حالش بد شد و ترسید که بیماری مرد به او هم منتقل شود. وقتی لوا نزد حضرت عبدالبها برگشت، ایشان با لحنی قاطع به او گفتند که اگر می‌خواهد به آستان الهی خدمت کند، باید به هم نوعانش خدمت نماید، باید در هر شخصی صورت و مثال الهی را ببیند. اگر خانه کثیف است، باید تمیزش کند. اگر مرد گرسنه است، او را غذا دهد. در جای دیگر، حضرت عبدالبها فرمودند که هر کاری، اگر با شوق خدمت انجام شود، مانند عبادت است. لوا به مرد بیمار خدمت کرد، همان گونه که حضرت عبدالبها بارها خودشان از آن مرد مراقبت کرده بودند. از دیگر زائرین توماس بریکول بود که نخستین بار در سال 1901 در پاریس به واسطه تجربه عرفانی با آیین بهایی آشنا شد. او بلافاصله برای ملاقات حضرت عبدالبها به عکا سفر کرد. وی اولین فرد از انگلستان بود که به زیارت آمد. توماس با تأسف اظهار پشیمانی کرد و گفت که شغل او از کار کودکان سود می‌برد. حضرت عبدالبها با حالتی جدی به او نگاه کردند و به آرامی گفتند که استعفای خود را تلگراف کند. توماس بلافاصله استعفا داد. حضرت عبدالبها آن جوان را به عنوان سراجی در میان ملائکه آسمان توصیف کردند. یک سال بعد توماس به دلیل بیماری سل درگذشت. حضرت عبدالبها قبل از اینکه خبر درگذشت او را دریافت کنند، از این موضوع مطلع بودند و با چشمانی اشکبار لوحی به افتخارش صادر کردند. ای عزیز من، ای بریکول، همیشه تو را به یاد می آورم و هیچگاه تو را از خاطر نمی برم. حضرت عبدالبها با شناخته تر شدن در منطقه و افزایش عشق و علاقه مردم به ایشان در حالی که هنوز یک زندانی بودند، اجازه یافتند که به عدسیه سفر کنند. در آنجا زمینهایی را برای کشاورزی ابتیا کردند. زمینهای عدسیه اگرچه حاصل خیز، اما به حال خود رها شده بودند. حضرت عبدالبها به کشاورزان کمک کردند تا کشت متنوعی بکارند و مزارعشان رونق گرفت. حضرت عبدالبها آنها را تشویق کردند که نگاهی نو به وضعیتشان بیندازند. وقتی راهزنها حمله می کردند، توصیه می کردند که با آنها دوستانه رفتار کنند. حضرت عبدالبها فرمودند این مسئله اقتصاد را باید از دهقان ابتدا نمود، زیرا دهقان اول عامل است در هیئت اجتماعیه. به کشاورزان یاد دادند که کارگران را در سود کار سهیم کنند و این گونه جامعه ای بر اساس اعتماد و بخشندگی ساختند. کشاورزان این منطقه به دلیل مهربانی، خلوص و سخت کوشی زبان زده همگان شدند. تلاش های عده‌ای محدود که سعی داشتند تصمیماتی اخلاقی مبتنی بر آموزه های حضرت بهاءالله بگیرند، این منطقه را متحول کرد. سالها بعد، گندمی که در عدسیه کاشته شده بود، جان هزاران نفر را نجات داد. حضرت عبدالبها از صبح زود تا نیمه های شب هدایت های خود را در موضوعات مختلف مربوط به پیشرفت معنوی و مادی تمدن ارسال می کردند. ایشان جوامع نوپا را تشویق می کردند و مردم را در صدها محل در شرق و غرب عالم با محبت راهنمایی می نمودند. یکی از هدایت‌های ایشان به افراد به مردی به نام مصطفی رومی که عشق او به حضرت عبدالبها حد و مرزی نداشت، به شکل‌گیری برخی از نخستین جوامع بهایی در میانمار، هند، سنگاپور، اندونزی و مالزی انجامید. در روستایی به نام دیدانو در میانمار، مهربانی مصطفی به یک غریبه باعث جذب 800 نفر به آیین بهایی شد.
در اندک زمانی الگوی جدیدی از زندگی جامعه شکل گرفت. وقتی جامعه دیدانو نخستین مدرسه خود را ساخت، آن را مدرسه عبدالبها نامیدند. حضرت عبدالبها همیشه با محبتی خاص دیدانو را روستای خودشان می‌خواندند. تعداد فزاینده‌ای از زائرین شرقی از حضرت عبدالبها در عرض اقدس دیدن کردند و با الهام از ایشان و با بینشی جدید که چطور به بهترین نحو به جوامع خود خدمت کنند به خانه بازگشتند. حضرت عبدالبها این زائرین را به نامه‌های زنده‌ای تشبیه کردند که برای روشنگری به همراه نوشته‌های خود می‌فرستادند. هدایت‌هایشان به تمام نقاط ایران و سرزمین‌های همجوار جاری شد. با آنکه حضرت عبدالبها تا آخر عمر در تبعید بودند، عشق و توجه به زادگاهشان همیشه از مهمترین دغدغه‌هایشان بود. با راهنمایی و تشویق مداوم ایشان، جامعه بهایی ایران در بسیاری از زمینه‌ها، از کشاورزی تا بهداشت و سوادآموزی، به نفع همه افراد جامعه پیشرفت کرد. زمانی که حضرت عبدالبها جوان بودند، حضرت بهاءالله از ایشان خواستند تا رساله‌ای خطاب به حاکمان و مردم ایران بنویسند و برای ایجاد جامعه‌ای مدرن که سازگار با اهداف واقعی دین و بر اساس اصول معنوی که لازمه احیای اجتماعی عادل، سعادتمند و متحد باشد توضیح دهند، اصولی که بهائیان ایران برای اجرایش در تلاش بودند. حضرت عبدالبها جامعه بهایی ایران را تشویق کردند تا مدارس خود را تأسیس کنند و مدرسه پسرانه تربیت در تهران تأسیس شد. این مدرسه همچنین پیشگام تأسیس چندین مدرسه بهایی دیگر در مناطق مختلف ایران از جمله مدارس دخترانه گردید. حضرت عبدالبها دوستان بسیاری را راهنمایی کردند. یکی از برجسته ترین آنها میرزا حسن ادیب بود که در توسعه این مؤسسات معتبر که پیشگام در توسعه آموزش و پرورش به شمار می روند برای دوره طولانی اقدام کرد. این هدایت حضرت عبدالبها بر آموزش و پرورش نسل‌های آینده زنان در سرتاسر ایران و اکنون در سراسر جهان تأثیر گذاشت. ایشان با تأکید بر اهمیت آموزش نوشتند: الزام امور و اقدم تشبسات لازمه توسیع دایره معارف است و از هیچ ملتی نجاح و فلاح بدون ترقی این امر اهم متصور نه. در جای دیگر می‌فرمایند تربیت و تعلیم بنات اهمترین امور است، زیرا این دختران وقتی مادران گردند و اول مربی اطفال امهاتند. حدود 50 سال پس از شهادت حضرت باب، حضرت عبدالبها مطابق دستورات حضرت بهاءالله ترتیباتی فراهم نمودند تا پیکر ایشان به عرض اقدس منتقل شود. حضرت عبدالبها شخصاً بر ساخت مقام اعلی نظارت داشتند که نهایتاً پیکر حضرت باب در آن آرام می گرفت. ایشان اظهار داشتند: هر سنگی از سنگ‌های مقام و راهی که به آن بقعه مقدس منتهی می گردید با اشک چشم و مصائب و مصارف لا تحصا برداشته شده و در جای خود برقرار گردیده است، فی الحقیقه چنان سرور و حبوری دست داده که وصف نتوانم. جامعه بهایی میانمار با عشق و علاقه از دل یک قطعه سنگ مرمر مزین به یاقوت یک صندوق برای پیکر حضرت باب تراشیدند و آن را برای انتقال به عرض اقدس آماده کرده. وقتی حضرت عبدالبها یکی از نخستین گروه‌های زائرین غربی را ملاقات کردند، متوجه غیبت یکی از یاران محبوبشان شدند. وقتی به طرف در حرکت می کردند، رابرت ترنر را دیدند که بیرون منتظر ایستاده. رابرت به محض اینکه حضرت عبدالبها را دید به زانو افتاد. حضرت عبدالبها او را بلند کردند و در آغوش کشیدند. رابرت ترنر نخستین بهایی آمریکایی آفریقایی تبار یک برده به دنیا آمده بود، اما حال آزاد بود. او سالها پیش
به حضرت عبدالبها نامه نوشته و عکسی از خودش را فرستاده بود. حضرت عبدالبها در جواب نوشته بودند: ای صاحب قلب صاف، روح پاک، شخصیت بی همتا و روی نیکو، تو مانند مردمک چشم هستی که رنگ آن تیره است ولی معدن نوری است که کاشف جهان هستی است. حضرت عبدالبها متوجه بحران نژادی در آمریکا بودند. این مسئله ایشان را بسیار اندوهگین می ساخت، زیرا وحدت محوری است که همه آموزه‌های حضرت بهاءالله حول آن است. حضرت بهاءالله به روشن ترین شکل بردهداری را ممنوع کرده بودند. جایز نیست برای کسی که خود بنده خداست بنده دیگر را خریداری کند. حضرت عبدالبها به رابرت گفتند که با ثابت قدم ماندن در ایمان خود دروازه‌ای برای ورود کل یک نژاد به ملکوت الهی خواهد بود. حضرت عبدالبها هر روز به ملاقات نیازمندان می رفتند و با شفقت میان آنها سکه و لباس پخش می کردند. بچه های کوچک دور ایشان جمع می شدند تا آب نبات بگیرند و از کلام گرم و پرمهرشان دلشاد شوند. در خانه حضرت عبدالبها گوهری یکتا نهفته بود. نوه ایشان شوقی. حضرت شوقی افندی وقتی تنها 5 سال داشت از حضرت عبدالبها میخواست تا برایش چیزی بنویسند. ای شوقی، گفتی بنویس، نوشتم. حال وقت خواندن و نوشتن تو نیست، هنگام برجستن و یا الهی مناجات کردن است. مناجات جمال مبارک را حفظ کن و از برای من بخوان تا استماع نمایم. پسر کوچک در کمال اطاعت تعدادی از مناجات‌های حضرت بهاءالله را حفظ می‌کرد و آنها را با چنان صدای بلندی می‌خواند که پدر و مادرش التماس می‌کردند بس کند. او می‌گفت: حضرت عبدالبها به من امر کردند آنقدر بلند بخوانم که صدایم به گوش ایشان برسد و من منتهای کوشش خود را می‌نمایم. حضرت عبدالبها سالها بعد وظیفه پیشبرد عهد و میثاق حضرت بهاءالله را به حضرت شوقی افندی سپردند تا اطمینان حاصل کنند که نظم الهی برای وحدت نوع بشر و اداره اموران حفظ خواهد شد. بهائیان در ایران هنوز به شدت در آزار بودند و بسیاری از آنها به اشخاباد کوچ کرده بودند. از آنجا آیین بهائی به شهرهای متعددی در آسیای مرکزی و روسیه گسترش یافت. در سال 1902 بهائیان اشخاباد با هدایت‌های حضرت عبدالبها و برای برآوردن خواسته حضرت بهاءالله اولین معبد بهائی عالم را در اشخاباد بنا نهادند. حضرت عبدالبها هر مرحله از ساخت این معبد را که توسط جناب وکیل الدوله افنان پسردایی حضرت باب سرپرستی می شد تشویق کردند. جامعه با هدایت حضرت عبدالبها به بنای ساختمان‌های اطراف مشرق الاسکار شامل مدرسه، بیمارستان و دانشگاه اقدام کرد و شکوفا شد. به موازات این پیشرفت، حضرت عبدالبها با محبت جوامع روبه رشد بهایی را در سراسر قفقاز تربیت کردند. این امر با جریان مستمر مکاتبات از سوی ایشان در مورد پیشرفت و مشارکت آنها در حیات جامعه انجام پذیرفت. بهائیان آمریکای شمالی با الهام از معبد اشخاباد برای حضرت عبدالبها نامه نوشتند و اجازه خواستند تا معبدی در غرب بسازند. حضرت عبدالبها از کورینتروم مادری پرمشغله خواستند که به دیدارشان بیاید و مسئول ساخت معبد شود. چند روز بعد 3 مرد برجسته از شیکاگو به دیدار حضرت عبدالبها آمدند. ایشان از آنها خواستند که با کورین همکاری کنند و گفتند که من تمامی توضیحات را به او داده‌ام. حضرت عبدالبها مسئولیت این پروژه بزرگ را به یک زن سپرده بودند. کورین انجمن معبد بهایی را راه اندازی کرد. حضرت عبدالبها تأکید داشتند که انجمن باید اعضای زن نیز داشته باشد. تشکیل این کمیته بعدها به تأسیس نخستین محفل روحانی ملی آمریکا و کانادا منجر شد. کورین با هدایت‌های حضرت عبدالبها وظیفه خطیر ساخت ام المعابد غرب را بر عهده گرفت. حضرت عبدالبها با تأکید بر اهمیت برابری زنان و مردان نوشتند:
نسوان البته به درجه مساوات رسند و ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان. حضرت عبدالبها یک جوان 24 ساله بودند که داخل زندان عکا شدند. ایشان سختی‌های هولناک، دروغ‌ها و شایعه پراکنی از جانب مخالفین را تحمل کرده و از تهدیدهای جانی محفوظ مانده بودند. در سال 1908 زندانی‌های عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی آزاد شدند. حال پس از 50 سال تبعید و اسارت، حضرت عبدالبها آزاد بودند. وقتی ساخت آرامگاه حضرت باب در همان محلی که سالها پیش تعیین شده بود پایان یافت، حضرت عبدالبها وظیفه مقدس انتقال پیکر ایشان به کوه کرمل را به انجام رساندند. دستاورد بسیار مهم دوران حضرت عبدالبها که خواست حضرت بهاءالله بود. تابوت مرمر را با زحمات بسیار به مقام اعلی منتقل ساخت و شب هنگام در روشنایی سراج واحد صندوق چوبی حامل عرش مطهر را به دست مبارک در درون تابوت قرار داد. حضرت شوقی افندی که در آن زمان تنها 13 سال داشتند، بعدها این صحنه را چنین توصیف کردند: حضرت عبدالبها که از قبل تاج مبارک را از سر برداشته بودند، کفش‌های خود را نیز از پای درآوردند، عبای خود را از تن برگرفتند و در حالی که موهای نقره فامشان حول رأس منیرشان مواج بود و سیمایشان برافروخته و نورانی گشته بود، روی تابوت مرمرین خم شدند و پیشانی بر لبه صندوق چوبین نهادند و با صدای بلند گریستند و اشک ریختند، اشکی که سرشک دیدگان هزار را نیز جاری ساخت. حضرت شوقی افندی به انرژی روحانی فوق تصور آرامگاه حضرت باب و تأثیر معنوی عظیم آن بر گسترش مرکز اداری جهانی آیین حضرت بهاءالله اشاره کردند که اکنون در دامنه کوه کرمل تأسیس شده است. در این سالها منیره خانم همسر حضرت عبدالبها همراه و حامی ایشان بودند. عقد ازدواج آنها 40 سال قبل وقتی حضرت عبدالبها مرد جوانی بودند توسط خود حضرت بهاءالله جاری شده بود. کلام قادر به بیان سرور حاصل از مصاحبت با سرکار آقا نیست. از نظر عشق لایزال، محبت، سرور، شوخ طبعی و توجه خستگی ناپذیر نسبت به همه نفوس، فردی بی همتا و بی مثیل بودند. مدت 50 سال در مجاورت محبوبم به سر بردم و هرگز فراق و جدایی حاصل نشد مگر در زمانی که در مصر، اروپا و آمریکا تشریف داشتند. حضرت عبدالبها که با وجود کهولت سن همچنان با انرژی بودند، به دور از هیاهو و مراسمی سوار کشتی شده و سفری 3 ساله را آغاز کردند تا به جهانیان اعلام کنند که عصر وحدت بشر که از مدتها پیش به آن وعده داده شده فرا رسیده است. حضرت عبدالبها در غیاب خود رهبری جامعه بهایی را به خواهر عزیز و محبوبشان بهیه خانم سپردند، نقشی که برای زنان در تاریخ ادیان بی سابقه بوده است. در مصر دانشمندان، روحانیون و روزنامه‌نگاران با اشتیاق و کنجکاوی از حضرت عبدالبها استقبال کردند. شیخ علی یوسف سردبیر روزنامه عربی المؤید که زمانی مخالف سرسخت بهائیان بود به دیدار حضرت عبدالبها آمد. بعداً درباره ملاقاتش گفت: او درک عمیقی از الهیات دارد، بر تاریخ اسلام مسلط است و خود را وقف اعتقادش به یگانگی نوع انسان نموده. آموزه ها و هدایت های وی حول محور رفع تعصبات دینی، نژادی و وطنی است. پسر جوانی به نام علی یزدی اولین ملاقاتش را با حضرت عبدالبها در مصر به یاد می آورد. ایشان مانند چشمه پاک و زلال بودند. به همه نگاه کردند و با لبخند به همه خوش آمدید گفتند.
وقتی با من صحبت میکردند غرق چشمانشان شده بودم، آبی، متبسم و سرشار از محبت. حضرت عبدالبها در زندگی خود با اعمال، نوشته ها و گفتار خود مفروضات اساسی جامعه را به چالش می کشیدند و پیوسته بشریت را به سوی اتحاد هدایت می کردند تا جهل، فقر و خشونت از روی زمین برچیده شود. حضرت عبدالبها راهی اروپا شدند، جایی که در کلیسای سیتی تمپل لندن در سالونی که از جمعیت موج می‌زد برای اولین بار خطاب به انبوهی از مردم سخنرانی کرده فرمودند: دور جدید آمد، خلق جدید شد، افق عالم انسانی از هر جهت روشن و درخشنده گردید، از خرافات قدیمه و اوهامات سابقه که انسان را گرفتار جهالت و غفلت نموده و مخرب بنیان انسانی است رها گشته اید. موهبت الهی در این عصر نورانی آگاهی به یگانگی نوع انسان است. در اروپا حضرت عبدالبها با دیدار از سوئیس، اسکاتلند، آلمان، مجارستان و فرانسه با هزاران نفر درباره جستجوی حقیقت صحبت کردند. از جمله فرمودند: افراد خود را تنها صاحبان حقیقت می‌دانند و ادیان دیگر را سرشار از خطا تصور می‌کنند. بزرگترین مانع در مسیر رسیدن به وحدت این است که ما خود را بر حق بدانیم و دیگران را گمراه بپنداریم. برای رسیدن به حقیقت، وحدت و اتحاد لازم است، زیرا حقیقت یکی است. در آن سوی اقیانوس اطلس در نیویورک، کشیشی مسیحی به نام هوارد کولبی آیوز مسئله دین و زندگی ذهنش را ناآرام کرده بود. پاییز و زمستان مدتی مملو از احزان برای این جانب بود. محال از هرمانی اعظم و حزنی اشد از این یافت گردد که روح انسان در باطن این هیکل جسمانی خدای خود را طلب نماید و از دیدار جمالش محروم باشد و او را نیابد. وقتی هوارد شنید که حضرت عبدالبها به آمریکا می‌آیند، به دوستی گفت که می‌خواهد ایشان را تنها ملاقات کند تا بتواند به حقیقت پی برد. چند هفته بعد به آرزویش رسید. سپس نشستیم. زانوی من متصل به زانوی ایشان و چشمم به چشمان مبارک دوخته بود. ایشان به من نگاه کردند. دقیق به من نگاه کردند. به نظرم چنین آمد که تا آن وقت هرگز احدی مرا ندیده است. دو شست خود را بر چشمان من گذارده، اشک دیدگانم را پاک کرده و گفتند گریه نکنم. و همیشه شاد و خوشحال باشم. بعد هیکل مبارک خندیدن. چه خنده ای؟ مانند خنده کودکان. هر دو در نهایت سکوت نشسته بودیم. به نظرم آن دقایق خیلی طولانی شدن. ولی رفته رفته قلب و روح من مملو از اطمینان شد. بعد مرا بغل گرفتن. و چنان مرا بر سینه خود فشودن که دنده هایم صدا کرد. پس از آنکه گونه های مرا بوسیدند، به سوی در روان گردیدند. این تمام ملاقات ما بود. اما زندگانی برای من پس از آن کاملا تغییر کرد. در روزهایی که آنها با هم گذراندند، حضرت عبدالبها بیشتر درباره حضرت مسیح با این کشیش گفتگو می کردند. هوارد یک بهایی مخلص و فداکار شد. او بعدها نوشت: اینجا پس از گذشت 2000 سال از ظهور حضرت مسیح در برابر نفس مقدس ایستاده بودم که زندگی و کلماتش تجسم جوهر و اساره و خلاصه پیامهای الهی در دوره‌های گذشته، یعنی خیرخواهی جمیع ملل بود. حضرت
حضرت عبدالبها در آثار خود و در طول سفرهایشان به طور خستگی ناپذیری به تشریح اصول روحانی برای رهبران فکری می پرداختند. ایشان با بسیاری از افراد و گروه‌ها از جوامع علمی، اقتصادی و حامیان عدالت اجتماعی در تماس بودند. از جمله انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان. با وجود تحسین از ایشان، حضرت عبدالبها همواره تأکید داشتند که منبع اندیشه و عملشان حضرت بهاءالله هستند. حضرت عبدالبها در اوایل سفرشان با لوی گریگوری دیدار کردند. او یک وکیل آمریکایی آفریقایی تبار بود که اخیراً بهایی شده بود. حضرت عبدالبها تأثیر عمیقی بر او گذاشتند. چون این ملاقاتی برای کسی که تنها شناخت اندکی از این خادم درگاه حق و قوای عظیمش دارد، بزرگترین موهبت روی زمین است. حضرت عبدالبها یک بهایی جدید دیگر را به لوی معرفی کردند. لویزا متیو، زن جوان و مستقلی از بریتانیا، گویی در این ملاقات اراده الهی در کار بود. حضرت عبدالبها با دعوت لوی گریگوری در حضور 1600 نفر از دانشجویان، اساتید و مهمانان حاضر در دانشگاه هوارد در واشنگتن دی سی سخنرانی کردند. جمعیت کثیر آن روز از اولین گروه‌های اکثراً سیاه‌پوستی در آمریکا بودند که حضرت عبدالبها خطاب قرار دادند. کمی بعد در یک ضیافت نهار که لوی به دلیل رنگ پوستش از شرکت در آن محروم شده بود، حضرت عبدالبها پرسیدند که آقای گریگوری کجاست؟ آقای گریگوری را بیاورید. ایشان قاشق و چنگال‌ها، بشقاب‌ها و لیوان‌ها را کنار زدند تا لویی را کنار خود بنشانند و بعد انگار اصلاً اتفاق عجیبی نیفتاده نشستند و درباره عدالت صحبت کردند. اما هر چیزی مجرد دانستن کفایت نکند. جمیع می‌دانیم عدالت خوب است، لکن قوه اجرائیه لازم. در سپتامبر 1912 لوی گریگوری و لویزا متیو ازدواج کردند. حضرت عبدالبها از پیوند آنها بسیار مسرور شدند. ایشان نوشتند: کثرت نوع بشر باید منبع محبت و الفت باشد، مانند موسیقی که اصوات در هم می‌آمیزند و نغمه‌ای بدی پدید می‌آورند. وقتی حضرت عبدالبها برای مراسم آغاز ساخت معبد به شیکاگو وارد شدند، کورینترو را دلشکسته یافتند. شب قبل، پسرش دیویس فوت شده بود، یکی از 5 فرزندی که کورین به همسرش از دست داده بودند. حضرت عبدالبها قبل از مراسم روی پلی در نزدیکی زمین معبد او را دلداری دادند. ایشان اندوهش را می فهمیدند، زیرا خودشان نیز 5 فرزند از دست داده بودند. حضرت عبدالبها به حاضران اطمینان دادند که معبد همکنون ساخته شده است. ایشان بیان داشتند که مشرق الاسکار وسیله‌ای برای اتحاد همه بشریت است. حضرت عبدالبها کورین را مادر معبد خواندند. جامعه با تلاش و فداکاری معبد را طی 40 سال ساخت. کورین در مراسم افتتاح معبد همراه با دخترانش حضور یافت. او 92 ساله بود. در مونتریال حضرت عبدالبها میهمان می و سادرلند مکسول بودند. ایشان در آنجا در زمینه‌های مختلف سخنرانی کردند. در رابطه با هنر فرمودند: در این دور تازه هر گونه هنر عبادت محسوب است. هر چه بیشتر در کمالان بکوشید به خدا نزدیکتر میشوید. سادرلند یک معمار و هنرمند گرانقدر بعدها بنای فوقانی آرامگاه حضرت باب را طراحی کرد.
گیرایی حضرت عبدالبها برای مری دختر 2 ساله خانواده فوق‌العاده بود. ایشان نیز مری را بسیار دوست داشتند. حضرت عبدالبها با یادآوری لحظه دلنشین نوشتند: امروز وقتی مشغول استراحت بودم در اتاق باز شد. دخترک کوچک وارد اتاق شد و با انگشت کوچکش پلک‌هایم را بالا برد و گفت: بیدار شین حضرت عبدالبها. مری مکسفل جوان بعدها با حضرت شوقی افندی نوه حضرت عبدالبها ازدواج کرد. این ازدواج نماد وحدت شرق و غرب بود. به پیروی از مثال حضرت عبدالبها، مری مکسفل برای تشویق و خدمت به دیگران، به ویژه کسانی که در نقاط دورافتاده جهان بودند، سفرهای زیادی کرد. وقتی قطار حضرت عبدالبها مونتریال را ترک می کرد، جیم لافت کوچک را دیدند که روی نرده ها نشسته بود. جیم از کودکی به برابری معتقد بود و کشش زیادی به معنویت داشت، اما نمی دانست کجا دنبال آن باشد. جیم سالها از فشار تعصب، مشکلات و محرومیت رنج برده بود، تا اینکه دوباره حضرت عبدالبها را دید. این بار در یک عکس جهانش دگرگون شد و چشمهایش بینا گشتند. او و همسرش ملبا اولین بهائیان بومی کانادا شدند. حضرت عبدالبها با هشدار از جهان خواستند برای صلح تلاش کند. هنگامی که در سال 1913 به عرض اقدس بازگشتند، جنگ جهانی اول که پیشبینی آن را کرده بودند عالمگیر شد. روح حضرت عبدالبها از این خشونت و بی‌عدالتی در رنج بود. ایشان توضیح دادند که تعصب وطنی، این نیز جهل محض است، زیرا روی زمین وطن واحد است. وقتی محاصره جنگ منطقه را تهدید کرد، گندم‌هایی که کشاورزان عدسیه به خواست حضرت عبدالبها کاشته و ذخیره کرده بودند، با شتر به عکا و حیفا منتقل شد. اقدامات و آینده نگری حضرت عبدالبها بسیاری از مردم محلی را با پیشینه‌های مختلف از گرسنگی نجات داد. حضرت عبدالبها در جواب خبرنگاران می‌گفتند که رسالت و هدفشان صلح است. حضرت عبدالبها نامه‌ای به سازمان مرکزی لاهه برای صلح پایدار ارسال داشته، تأکید کردند که صلح مستلزم دگرگونی عمیق در آگاهی بشر و تعهد به حقایق روحانی است و هر مانعی بر سر راه صلح می‌تواند از طریق آموزه‌های حضرت بهاءالله رفع گردد. حضرت عبدالبها با اشاره به ریشه تعصب و تفرقه می‌فرمایند: دین باید مطابق علم باشد، زیرا خدا عقل به انسان داده تا حقایق اشیا را تحقیق نماید. اگر مسائل دینی مخالف عقل و علم باشد، وهم است، زیرا مقابل علم جهل است. در زمان جنگ حضرت عبدالبها از بیماری و خستگی مفرط در رنج بودند و عملاً مکاتباتشان با جامعه روبروش قطع شده بود. حضرت عبدالبها در میانه جنگ 14 لوح برای آمریکای شمالی نوشتند که فرامین تبلیغی نام گرفت. اگرچه به دلیل اوضاع جنگ این نامه‌ها به شکل کارت پستال فرستاده شدند، اما هدفشان تجدید حیات روحانی عالم بود. حضرت عبدالبها از جامعه بهایی خواستند تا به پا خیزد و اقدام نماید. فرمودند: ای کاش از برای من میسر می شد که به آن صفحات مسافرت می نمودم و در شهرها و دهات و کوه و بیابان و دریا ترویج تعالیم الهی می نمودم، ولی حال از برای من میسر نه، لحاظا در حسرتی عظیم هستم، بلکه انشاءالله شماها موفق گردید. حضرت عبدالبها در سال 1912 مارساروت یک روزنامه‌نگار جوان فعال را ملاقات کردند. او گفته بود که از بیماری سرطان رنج می‌برد. حضرت عبدالبها این چنین به او دلگرمی دادند: ملکوت الهی را فریاد بزنی به نتایج گسترده‌ای دست خواهی یافت و تأییدات خارق العاده‌ای برایت نمودار خواهد شد. مارساروت در پاسخ به حضرت عبدالبها بلادرنگ به پا خواست. در کوچکترین روستاها و باشکوه‌ترین قصرها، به هر کجا که وارد می‌شد، با احترام گرانبهاترین جواهر عالم پیام حضرت بهاءالله را تقدیم می‌کرد. در ایام باقی مانده عمرش 4 مرتبه دور جهان سفر کرد.
اگرچه تعدادی از بهائیان بیدرنگ و قهرمانانه به ندای حضرت عبدالبها در فرامین تبلیغی پاسخ دادند و آیین بهائی را به سواحل دور مانند استرالیا، برزیل، چین و آفریقای جنوبی رساندند، تلاش برای رساندن نور آموزه‌های بهائی به نقاط مختلف جهان به آرامی شتاب گرفت. از طریق نقشه‌هایی که بعداً توسط حضرت شوقی افندی و از بعد به تأسیس توسط بیت العدل اعظم تدوین گشتند، بینش حضرت عبدالبها مبنی بر رساندن امر الهی به هر قاره، هر منطقه، هر کشور، هر قوم، هر شهر و روستا به طور سیستماتیک اجرا شده است. در طی چند دهه این نقشه ها افراد بیشماری را از پیر و جوان با فداکاری های دلیرانه و عاشقانه فراتر از توان انسانی الهام بخشیده است. حضرت عبدالبها فرمودند حضرت بهاءالله دایره وحدت را ترسیم فرموده و نقشه‌ای برای یگانگی همه اقوام رسم نموده است. ایشان فرمودند دور جدید آمد، خلق جدید شد، عالم انسانی روحی تازه یافت، جمیع امور تجدید شد و جمیع این تجدیدها از تجدد فیوزات جلیله رب الملکوت است که کون مجدد شد. لحاظا باید مردم را به کلی از افکار قدیم نجات داد تا جمیع فکرشان حصر در تعالیم جدید گردد، زیرا روح این عصر است، نور این قرن است. آنها ما هستند و ما آنها هستیم. حضرت عبدالبها توانایی های یکی ما را برای درک یگانگی من پرورش دادند. اینها همه ثمرات وجود ایشان به عنوان سرمشق عالمیان است. حضرت عبدالبها تأکید نمودند که با نیت خالص و انگیزه فداکارانه، اشتیاق به خدمت به بشریت و با از خودگذشتگی و تلاش صمیمانه، مردم در همه جا می توانند متحد شوند و به تحول روحانی و اصلاح عالم کمک کنند. صد سال پس از درگذشت ایشان، حضرت عبدالبها این گونه به بشریت اطمینان می‌دهند: به یقین مبین بدانید که خواه من در این عالم باشم یا نباشم، همیشه در بین شما حاضرم، همیشه به ذکر و فکر شما مشغولم و گریه و زاری می‌نمایم تا جمیع این مواهب را مبذول فرماید و قلوب را مشروح فرماید و روح را وجد و طرب دهد و جذب و وله بخشد.